سلام، خوش اومدین. من مهرداد خدامی هستم. سلام، منم شروین غریب هستم. پروژه که میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم اسمش هست یاد، The Remembrance. اعضای تیم ما 4 نفر اصلیه که میتونین ببینین: امیر تهرانی، علی هنور، من و شروین. ایده از امیر تهرانی شروع شد. یه روز نشسته بود تو خونهش و دلش برای دوستاش تنگ شده بود. دوستایی که توی اونور دنیا توی آمریکا مهاجرت کردن و خیلی سال رفتن. و گفتش خب همش که مادرم تایپ میکنم، احساسات دیجیتالی واسش میفرستم، یه اسمایلی واسش میفرستم، چی میشه که اینو بتونم فیزیکیش بکنم؟ بعد اتفاقی که افتادش، یه ایده اومد تو ذهنش، اومد که چی میشه که مسیجا بشه حباب. هممون باهاش یه نوستالژی داریم، یه خاطرات کوچک تو کودکی ما ازش داریم. اومد پیش من گفتش که مهرداد میشه همچه کاری کرد، تکست بدیم یه حباب بگیریم. گفتم آره، چرا که نه. اونجا بود که من رفتم سراغ شروین واسه قسمت تکنیکالش. من و شروین شروع کردیم کار کردن، امیرم رفت سراغ علی. امیر تهرانی که یه توضیح بدم که چند سال توی کار خبرنگاری هستش، تو کار روابط عمومی هستش، سابقه خوبی داره. از اونورم علی دانشگاه تهران مجسمه سازی خونده، الانم برای مستریش توی آمریکا تونسته اپلای بگیره. یکی از دلایلی اصلیش که تونست اپلای بگیره همین پروژه یاده، چون تو رزومش دیجیتال آرت اضافه شد و تونست اپلای بگیره. کارمون از اون موقع شروع شد. مهرداد تقریبا همه چیزو گفت. یه روز اومد پیشم، توی پارک بودیم، همه چیز صحبت کردیم، خیلی چیزا می‌خواستیم بهش اضافه کنیم. مثلا اینکه وقتی مثلا طرف اس ام اس می‌رسن، قرار نبود اس ام اس بشه، قرار بود هر نوع تکستی باشه، مثلا وایبر باشه، تلگرام باشه، هر چیزی که فیسبوک باشه، هر چیزی که قابلیت تکست دادن داشته باشه. می‌خواستیم مثلا طرف رو موقعیتش رو نشون بدیم، کجای چجوری فرستاده. ولی بعداً با هم دیگه به این نتیجه رسیدیم که نبوغ توی سادگیه و تصمیم گرفتیم یه چیز ساده باشه و خیلی راحت، پیچیدهش نکنیم، خیلی راحت‌تر ارتباط باشه بتونیم برقرار کنیم، که به همچین چیزی رسیدیم. حالا توی عکساش از اولیه‌هاش جوری آره الان نشون میدم. فقط یه نکته بهش اشاره کنم. یاد اولین وقتی امیر ایده‌شو داد، یه دستگاه بود، حباب میداد، فقط اس ام اس دریافت می‌کرد. بعد توی گروه که جمع شدیم یهو گفتیم خب اونایی که اونور هستن میخوان واسه ما حباب بفرستن، ما واسه اونا بفرستیم، چه اتفاقی میفته؟ اونجا شد که گفتیم بکنیمش دو قول. دو تا قولش کردیم، یه قولش اینجا، یه قولش اونجا، هر کدوم یه شماره خاصی دارن. هم میتونستیم به این اس ام اس بدین، هم میتونستیم به اون اس ام اس بدین و تصویر همدیگه هم بتون ببینین. اینو توی پارسال نتونستیم اجراش بکنیم و امسال توی نسخه بعدی که قابل اجرا هستش داریم پیاده سازیش میکنیم. اینی که گفتم، اینم استیتمنت داستانه. به یاد هم هستیم، چه دوست باشیم و چه دشمن، اما این یادها رنگ و بوی مدرن، الکترونیکی و مکانیزه به خود گرفتند. دوستانمان با لمس صفحه‌ای برایمان تکسی می‌زنند و یا هر از گاهی در عکسی تگ می‌شویم. و اگر هم که دشمن، با لمس دکمه دیگر صدها بمب و موشک را روی سر هم‌نوعان خود می‌ریزیم. در این پروژه می‌خواهیم به دور از دغدغه‌های زندگی مکانیکی روزمره به یاد هم باشیم، با استفاده از امکاناتی که این دنیای مجازی به ما می‌دهد، احساس مجازی خود را به حباب‌های واقعی تبدیل کنیم و از هر کجایی که شد برای هر کسی بفرستیم. دیده انتظاری که داشتیم این بود که یه طرح اولیه زدیم که یه همچین دستگاهی باشه، حباب بده، لوکیشن رو مشخص کنه توی تبلت و حباب بیاد. بعد رسیدیم که خب یه تاقی درست کنیم این شکلی، مردم داخلش برن، رنگ توش عوض بشه. اینجا بود که همینطور که شروین گفتش به نوع سادگی رسیدیم و نسخه منفی نیمو گذاشتیم. قرار بود یه اتفاق جالبی که افتاد این بود که این ایده همزمان شد با نمایشگاه تادکس هنر دیجیتال تهران پارسال و توی زمانبندی روزه آخرش بودیم و بعد پروپوزال میفرستیم. بخاطر همین ما فقط یه دستگاه نسخه پروتایپ خیلی خیلی اولی ازش درست کردیم، این شکلی بود که با فنای توی کامپیوتر استفاده میشه، بورد آردوینو، بلوتوس، اون ظرف مایه ظرفشویی، نقشه نشون بده، دوربینم که استفاده بشه. بیشتر خواستیم یه جوری دی آی وای باشه که مثلا
خیلی باحال باشه مثلا که هر کسی بتونه درستش بکنه، مثلا هر کی تو خونه‌اش مثلا بتونه همین چیزی بزنه. اما توی سپتامبر 2014 کار اصلیمون شروع شد. علی که گفتم مجسمه سازی خونده، طرح اولیه‌اش رو شروع کرد زدن که یه طرحی این شکلی بود که نتیجه‌اش رو الان می‌تونی همینجا ببینی. کارمون اونجا خونه امیر تهرانی هی جمع می‌شدیم تو خونه‌اش، شده بود کارگاه و شروع کردیم. ورژن اولش شایدین الان توضیح بده که تا در ایکس اتفاق افتاد. والا من خودم زیاد از هنر و اینجور چیزا اصلا سردر نمیارم، دنبالش هم نیستم، رشتم مهندسیه، بیشتر دنبال چیزی بودم که بسازم باش حال بکنم، یعنی اصلا هنر و هنر تعطیل. ولی با این نمایشگاه آشنا شدیم تقریبا هم مثلا طرز یه هفته بود، دو هفته بود، دو هفته جمعش کردیم. آره به زور جمعش کردیم، تونستیم برسونیم اینجا. هم فکرم محسنه درسته؟ آره این نسخه که تو گالری محسن گذاشتی. مثلا میخواستیم با من مرده که اولش من صحبت کردیم، میخواستیم یه چیز خیلی گفتم چیز هیولایی باشه، مثلا یه بورد مثلا درست کنیم واسه مثلا فرستادن اسم گرفتن اسمس و اینجور چیزا. مثلا میخواستیم چیز یه پروداکشن خیلی عالی باشه، ولی گفتم همون دیگه نبوخ تو سادگیه، تصمیم گرفتیم یه تبلت ساده بذاریم که مثلا اون برنامه‌اش همه بتونن روش نصب کنن، یه چیزی باشه که شما راحت همین چیزا رو میتونید تو خونه‌تون هم مثلا درست کنید، مثلا با یه آرمیچر کوچیک هم میتونید درست کنید. آخرش به این رسیدیم دیگه، یعنی مثلا حتی ما روزهای آخر مثلا مشکلی که برخوردیم مشکل مثلا موتور بود، موتورمون خود جون نداشت که به چرخه، جونش خیلی کم بود، زور نداشت. بعد ما دقیقاً پنجشنبه بود، همه جام داشت بسته میشد اینا، مثلا رفتم افتتاحیه هم روز جمعه ساعت بعد از اون ساعت 4 بود. آره بعد رفتیم مثلا این موتور مثلا قوی تر رو گرفتیم، اومدیم و هول هولی برداشو درست کردیم، مثلا تو یه ساعت و اینا اومدیم بسته میشو دیگه، تونستیم یه کار رو برسونیم. اونی که قولش رو واسه محسن برد آردینومون سوخت، یه جای اتصالی کرد، جمعه هم بود دیگه جای آردینو نداشتی که محسن یه خود همون جوری گذاشتیم و فرداش اومدیم درستش کردیم. حالا خب یه چیزی در مورد این پروژه یاد نگفتم بهتون، چه اتفاقی در واقع توی این پروژه یاد میفته. شما میایین جلوش تصویر خودتون میبینین، تو نسخه بعدی قرار تصویر اون یکی قولش هم ببینید، به هر شماره که خواستین این یا قولش اس ام اس بدین. به محض دریافت اس ام اس به مدت 5 ثانیه شروع میکنه کار کردن. وقتی که شروع میکنن کار کردن توی نسخه اولیش که واسه سام نسخه تادکس آماده کردیم، 3 تا عکس تو اون لحظه ثبت میکرد. این عکس‌ها قرار بود آپلود بشه توی سایت و هر کسی از بازدیدکننده‌ها میتونستن برن توی سایت دانلودش کنن. به تادکس نتونستیم سایت رو برسونیم، چه هم مشکل اینترنت داشتیم هم مشکل آپلودش رو داشتیم، از پلتفرم وردپرس استفاده کردیم، کدش مشکل خورده بود، سایت لود نمیشد، این مشکل خوردیم و فقط تونستیم دیتابیس عکس‌ها رو داشته باشیم. اتفاقی که افتاد توی اگه اشتباه نکنم 12 روز بود یا 14 روز بود، تا دایکس 12 روز بود و حدود 4700 تا عکس و 1200 تا شماره جمع شد. اینا که من خود دیر گرفت چون تو آنتن نمیده. زیر زمین هستیم. آره آنتن چه خود افتضاح. از تصاویری که ثبت شده یه ویدیو ازش ساختیم، حدود 21 دو دقیقه هستش. اینه ریاکشن مردم، خیلی جالبه. لحظه اول، عکس اول با یه چیز متحیری هستن نگاه میکنن، عکس دوم و سوم لبخند میاد تو لب رو لبهاشون و این خیلی واسه ما ارزش داشت. عکسایی که هر روز نگاه میکردیم واقعا ما هم همزمان با لبخند بازدیدکننده لبخند میزدیم. بچه های کوچیک می اومدن همینجور جلوش از میکردن، یا حتی بچه های متصدیه کار اینجا سام سنتر هم میرفتن جلوش های عکس میگرفتن. تو تصاویر
مشخصه. حتما خودتون الان میتونین ببینین اگه اونجا بودین. اگه توی تاد اکسپوزین احتمالاً توی این عکسام هستین. این ویدیو دو تا نسخه داره. یه نسخه کامله که با 21 2 دقیقه است و یه نسخه خیلی سریعشه که جفتش توی چنل ویدیو چنل یوتیوب ما هست. The Remembrance Project رو که سرچ کنین چنلمون میتونین ببینین. توی این زمان بودش که مسئولین سام سنتر اومدن سراغمون، ازش خوششون اومده. واسه ما عجیب بود که چرا خوششون اومده. بعد از تاد اکس رفتیم صحبت کردیم و مشخص شد که اینا به قسمت دیتابیس SMSی این پروژه علاقه من شدن، چون میدونن چه کسی اومده سام سنتر، توی چه ساعتی SMS داده و حتی عکسش هم دارن. میشه سن و جنسیتش هم تشخیص داده شو تشخیص بده. شروع کردم صحبت کردن و قرارداد بستیم واسه 3 ماه این پروژه ران بشه و همکاریمون ادامه پیدا کنه واسه پروژه دیگه، ایده های جدید که البته اون تایم ما نتونستیم یادو برسونیم. هم از طرف ما مشکلاتی پیش اومد که مثلا پروژه آماده نمیشد یا اونا پولو قرار نمیشد، تبلت حاضر نمیشد. امتحان داشتیم. آره امتحان داشتیم، چون من و شوین جفتم داریم ارشد میخونیم، خیلی تایما درگیر امتحان هستیم. بعد توی همون زمان که داشتیم اینو آماده میکردیم نسخه 1.5شو، گفتیم خب به جای 3 تا عکس بکنیم 4 تا که بشه توی قاب جا بدن و اگر کسی خواستش بتونه تو شبکه‌های اجتماعی شیرش کنه یا توی قاب داشته باشه. پس توی نسخه جدیدش کردیم 4 تا عکسش. بعد اتفاق دیگه ای که افتادش اینو یادم رفت بهتون بگم، یک سری از پیام‌هایی که به یاد فرستاده شده بود خیلی قشنگ بود، حالا تو اسلاید بعدی هست بهتون نشون میدم. واقعا بعضیش هیجان انگیزه، بعضیش احساسیه و تا تو به صورت یه روزم همین چند روز اخیر رانش کردیم طبقه 8 همینجا، باز هم پیام‌های جالبی گرفتیم و انتظار داریم پیام‌های جالب‌تری تو آینده داشته باشیم. ویدیو پخش بشه ما توضیح بدیم. در مورد کارکردش توضیح میدی؟ چه پلتفرم‌هایی استفاده کردیم؟ کار ما خیلی چیز ساده‌ایه، یعنی مثلا چیز خفن نمی‌دونیم، هیولا نمی‌دونیم درست کنیم، چیز ساده درست کردیم. یه تبلت داریم، شما هر مدل تبلت مثلا اندروید 2 هم روش باشه میتونید استفاده بکنید. یه برنامه ساده ولی کار برده دیگه، یعنی مثلا از 6000 خط شده. برنامه اندرویدشه که میاد SMS رو میگیره، بعد با این یا آردیونوی که بهش بلوتوس وصله، اینا با هم سینک میشن، بعد SMS که بیاد شروع به کار کردن میکنه، میچرخه. خیلی ساده، با یه چیز ساده میتونیم سرگرم بشیم. حالا در مورد کدش اینا جالب نیست زیاد صحبت کنی، ولی اینکه واقعا زحمت کشیدیم. مثلا سایتی که مهرداد درست کرد مثلا از اینکه چقدر 20000 تا نه 9000 خط از اسکرچ خودم کد زدم، حدود 100,000 کد خدم لایبرری و پلاگین و فریم ورک های مختلف که استفاده کردیم. آردوینیش حدود 40 تا 50 خط شده نسخه 1.5ش. اندرویدش که کارش با شیوین بوده 5000 خط، حدود 5000 خط شده تا الان به جز قسمت ویدیویش که قراره اضافه بشه. آره بعد حالا ویدیویش هم خیلی دیگه بذاریم قشنگ یه چیز هیولای باحالی میشه که مثلا دستگاه مثلا میره توی دنیا میچرخه، مثلا چون از بغداد شروع میکنه میره مثلا فلسطین، اونور میره اسرائیل، اونور میره اروپا، میره امریکا، دوره چرخ میزنه میاد ایران. بعد ما خواهیم سیستمی درست کنیم که بتونه این تغییر مکان رو ساپورت کنه و اینا ماژولار باشه که سریع سرهم بشه، بفرستیم خودشون سرهم کنن. یکی از اهدافی که داشتیم همین بود، بفرستیم کشورهای مختلف، حتی کشورهایی که با هم دشمنن، ایران با خیلی کشورها، فلسطین، اسرائیل، میخوایم دوستی رو جا بندازیم. یعنی هدف، یکی از اهداف اصلی ما همین بود. به هیچ وجه قصد تجاری نداشتیم اوایلش، خب ولی خب کی از پول بدش میاد. اتفاقی که افتادش هنوز نتونستیم اینو بفرستیم، ولی جاهایی اعلان کردن که ما علاقمندیم بفرستیم. حتی لس آنجلس یکی از دوستامون بود، گفتش میتونیم تو یکی از گالری اونجا رانش کنیم یه قولشو، ولی خب یه چیزی رو در نظر نگرفته بودیم بچه اون موقع، اینکه لس آنجلس حدود 12 ساعت با ما اختلاف زمانی داره. تایمینگ این دوتا کشور خیلی مشکل ساز بود. در مورد این بگم که تو نسخه اولی که تو تاد اکس بود
توی بدنش هیچی کار نشده بود و یه نور فقط اون پایین بود که فید میشد میومد بالا. توی نسخه یک و نیم من اومدم گفتم که یه کاری بکنیم. چطور نور استفاده کنیم؟ نوری که ریاکشن داشته باشه، اینتراکشن داشته باشه. وقتی کسی میاد جلوش اس ام اس میده، این زنده بودن اون حس کنه. باختم همین LED کار کردیم، LED استریپ کار کردیم، حدود 10 متر چرخوندیم که دوره یه لوله‌ای، اگه زودتر اومده بودیم میدیدین. آردوینو، بلوتوث، همه اینا توی اونه، برقاش توی اونه و طریق یه سیم به بالا وصل شده که یه سیم اومده به این موتور، یه سیم به کولرش، آداپتور هم که به تبلت وصله. هر اسمسی که بهش میرسه یه رنگ رندومی ایجاد میکنه و شروع میکنه فید شدن و وقتی که کار تموم شد خیلی آروم برمیگرده به همین رنگ آفتابی تقریبا. نسخه دومش که گفتیم قرار ویدیو بهش اضافه بشه، به صورت لایف همدیگر ببینن اما عکس گرفته بشه. توی نسخه یک و نیمش من سایت رو حاضر کردم، اسکچ کد زدم، شما اسمس که بدین شروع میکنن کار کردن، بلافاصله عکساتون چارتاش آپلود میشه تو سایت. اگر اکانت نداشته باشین یه یوزر واسهتون ایجاد میشه، همون موقع بلافاصله واسهتون یه دونه اسمس میاد هاوی یوزرنیم و پسورد، میتونین برین تو سایت عکس خودتونو دانلود کنین، حتی توی سایت هم شیر بکنین. وقتی تو سایت شیر بشه میتونین تو شبکه اجتماعی هم شیرش بکنین، نخواستین از تو سرور حذف میکنید. به علاوه اینکه قابلیت علاوه بر اون چارت عکس یه عکس دیگه هم جنریت میشه که این چارت ها توی یه عکسه. الان به اینترنت عکس داریم نشون بدم. یکی چیزی که من خودم از این پروژه خیلی خوشم آمد حال کردیم باش این بود که همه چیز ما اوپن سورس بود، یعنی هیچی رو ندازدیم یا یک کد نکندیم. اندروید کلم اوپن سورس، آردوینو که کلم اوپن سورس، وبسایتمون پی اچ پی بود، ما اس کیو ال بود، لایبرری که اوپن بود و هم استفاده کردیم. از این لحاظش خیلی حال داره، جالب بود دوست خودم. این چند تا عکسی که توی یه روز ما 89 تا، تو نصف روز ما 89 تا اس ام اس داشتیم که از 25 تا شماره منحصر به فرد ارسال شده بود. یعنی هر کسی اومده چند بار عکس گرفته بود. چند نفرشون اومدن تو سایت دانلود کردن، چند نفر نیومدن، چند نفر لاگین کردن. عکساشون هم حتی بعضی رو شیر کردم که میتونیم ببینیم. توی فرآیند ساخت ویژن کنیم برای سام سنتر بودیم که به اون گفتم ما خب اس ام اس ها داریم، چیکار میشه کردش که اطلاعات بیشتری از کاربر داشته باشیم. همونجا بود که دوباره یه ایده به ذهنم اومد، گفتیم اوکی قراره میتونیم عکس ها رو بهشون بدیم بتونن دانلود کنن، لینک بهشون میدیم. ولی قبل از که لینک بهشون بدیم بیان اسمشون و تاریخ تولدشون وارد بکنن. الان شما اگر بهتون اسمس بشه یوزن پسورد وارد میشین، ازتون اسمتون رو میخواد، شما تاریخ تولدتون رو میخواد و بعد بهتون لینک همه کارهایی که میتونستین گفتم میتونین دانلود کنین، شیر کنین، حذف کنین. اون اتفاق بعد از اطلاعات وارد شده است. آمار همون روز رو بهتون بگم، از اون 26 تا شماره منحصر به فرد 15 تا وارد شدن، 3 نفر اطلاعات وارد نکردن خارج شدن و 12 نفر اطلاعات وارد کردن. حالا درست و غلطش رو کاری ندارم ولی 12 نفر اطلاعات وارد کردن، اسمشون و تاریخ تولدشون. همین شد که توی این چند روز اخیر که با چند نفر اومدن دیدن از مجتمع دیگه، جاهای دیگه، بازم علاقمند شدن که گفتم بیا با ما هم کار کنید. گفتیم حالا وایسید. ولی بازم ما هدفمون اینه که بتونیم اون صلح و اون دوستی رو گسترش بدیم. از همون اول فضای فکری ما بچه همین بود تا آینده. یه نکته بگم، این پروژه یاد نسخه یکش بدون تبلت ها، که تبلت خب گرونه و اون موقع ما تونستیم یه دونه تبلت رو از یه شرکتی بگیریم بدون پرداخت پولی، یه دونه هم تبلت امیر رو استفاده کردیم. به جز اون دوتا قولش با زیر 1,000,000 تومان درست شده بود، فقط 1,000,000 تومان دوتا قول. خب واسه همچین پروژه خب از جیب شخصی هم گذاشتیم، خوب بود. این قابلیت های جدیدی که بهش اضافه کردیم، مثلا هدش رو دوباره طراحی کردیم یا اون LED و چیزایی که توش کار گذاشتیم، اینو بردش طرف 2,000,000 تومان ولی به 2,000,000 تومان نرسید.
اینجا هنوز چیز اطلاعات کد اندرویدش مشخصن و 5000 تا حدوداً 9000 تا خط کد وب پلتفرمش بوده از اسکرچ، 64000 تا پلاگین لایبرری و چیز مختلف. آردوینو هم که اشتباه اینجا تایپ شده 140 تا، ولی 40 خط، ببخشید 140 خط، دقیقاً 140 خط. این یه دیده خیلی کلی از پلتفرم فریم ورک ها، پلتفرم های مختلفی که توی این پروژه استفاده شده، اندروید و جاوا، آردوینو، پی اچ پی، اچ تی ام ال و سی اس اس، اچ تی ام ال 5، سی اس اس 3، مای اس کیو ال. از ارسال عکسش از ال تی ای همون 4 جی استفاده کردیم توی نسخه 1.5ش. سیستم های کلاود استفاده کردیم که استیبل باشه، بتونیم اگر یوزر زیاد شد سریع ارتقاش بدیم. جی کوئری و اینم که فریم ورک های آماده. ورژن دو هم که به زودی که گفتم داریم حاضر میکنیم، روش داریم کار میکنیم، تحقیقاتش انجام دادیم که به زودی شروع بشه. اینجا یه چند تا از مسیج جالبی بودش که واسه اون فرستادم. حتی ایرانسل هم به اون مسیج داده بود که سیم کارتتون فعال شده، به سیم سرویس آهنگ پیشوازتون فعال شده، خوب آب میومد. این یکی از اس ام اس های خیلی جالب بود که من خودم واقعا دوست داشتم.